امروز روزی سرنوشت ساز است، روز تصمیم برای انتخاب رئیس جمهور منتخب توسط مردم همیشه در صحنه، مردمی که همیشه پای نظام خودشون ایستادن و همواره از اون دفاع کردن. اینجا مسجد النبی نارمک تهران هست و همونطور که در تصاویر مشاهده میکنین در این شعبه عکس رای هم مردم حضور گسترده ای دارن. امروز برای چی اومدین رای بدیم و احساس میکنین رای دادن شما چقدر در تعیین سرنوشت مملکت اثر گذاره؟ امروز احساس تکلیف شرعی قانونی، همونطوره که رهبر انقلاب گفتن مهمترین اصل و مهمترین اصل انتخابات مشارکته و حالا اینکه بعدش انتخاب نامزد اصله. من بر خودم واجب دونستم که با اومدنم میتونم در سرنوشت کشورم و آینده کشورم که میتونه خیلی بهتر از الان باشه و به یک اون نامزدی که علاقه دارم و میدونم که میتونه شرایط موجود رو تغییر بده و ما رو به یک سمت قله های بالاتر پیش ببره، به اون رأی دادم و مطمئنم که رأی منم در انتخابات تأثیر داره. من رأی رو فقط اومدم اینجا رأی بدم که برای آینده انتخاب آینده خودم، همین سرنوشت قطعا تاثیرگذاره دیگه. رأی بدیم اگه میشه که برای مملکتت بیای رأی ندی فردای دائم داشته باشی. مطمئنن رأی ما میتونه سرنوشت کشورمون رو تغییر بده و رأی ندادن بدتره، که چون ممکنه کسی بیاد اینجا که سرنوشت کشورمون رو به خطر بندازه. من اومدم امروز رأی بدم برای اولین بار، برای اینکه بدونم این رأی، تک تک رأیی که ما امروز میدیم تأثیر داره، تأثیر مستقیم داره توی آینده کشورمون و هر فردی رو انتخاب کنیم برای کشورمون تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه و باید فردی که اصلاح برای جامعهمون و برای نظاممون اون فرد رو انتخاب بکنیم. اولا که ما حکم شرعی داریم، جواب رهبرمون ادامه راه آقای رئیسی کسانی که باشن و مملکتمون رو دوست داریم، دینمون رو دوست داریم، اینی که اومدیم رای بدیم. من به خاطر اینکه یه وظیفه میدونستم، چون رأی من حتما تأثیر داره، هر یه رأی برای هر سرنوشت مملکتم تأثیر داره و احساس وظیفه میکردم که بیام اونی که میدونم اصلح تر رو بهش رأی بدم که اون بیاد سر کار. رأی دادن ما خیلی اثر داره، چون دشمن ها منتظرن ببینن که اگه ما رأی ندیم بعد با هم متحد بشن و ایرانو تارومار کنن. ملاک شما برای انتخاب یک فرد اصلا چیه؟ مردمی بودن، جهادی کار کردن، ولی فقیه و قبول داشتن. ملاک بنده پیرو قرآن، خدایی بودن، پیرو رهبر، دلسوز ملت، شجاع در برابر دشمنان ایران اسلامی و میهن. ملاک ما فرد یک باشه برای مملکت، بالاخره کار کنه، برای جوونا کار کنه، بعد یه خدمت شما رو برای آینده، برای اقتصاد، برای مخصوصا این رانت بازی ها و نمیدونم فساد مالی، همینا ملاک ما اینه. ملاک شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیه؟ اول پاک دستی ایشون است که اولین ملاک من برای شخصی که رئیس جمهور بشه و این که بتونه با دیگران تعامل بکنه. رئیس جمهور مطمئناً اصلح ترین شخص نمیتونه باشه، چون همه چیز رو همه کس بلد نیست. باید بهترین کسی باشه که بتونه با همه و بهترین مشاورا و بهترین کارشناسا بتونه کار بکنه. ملاک من برای یک فرد اصلح اینه که برنامه خوبی ارائه داده باشه توی مناظراتش، توی مستندایی که پخش شده ازش، و بدونم پشتوانه خوبی داره از لحاظ اینکه قبلا سابقه چطور داشته در دولت قدیم و اینا، و اینکه بدونم چه کارایی کرده، برنامه‌اش چیه. ملاک شما برای انتخاب یک فرد اصلح چیه؟ یک فرد اصلح سالم باشه، انقلابی باشه، دنباله کار آقای رئیسی باشه. فرد اصلح کسیه که تابع امر رهبری باشه، رزومه خوبی داشته باشه، عملکرد خوبی داشته باشه، فکر خوبی داشته باشه و بتونه به انقلاب کمک کنه، به اسلام کمک کنه، به
جمهوری اسلامی کمک کنه. مهمترین خواسته شما از رئیس جمهور آینده ایران چی هست؟ مهمترین خواسته من اینه که راه شهید رئیسی رو ادامه بده. شهید رئیسی زمینی رو الان آماده کرده که آماده بذر پاشیدنه. خواهش میکنیم ازش که نذاره این زمین خراب بشه یا سوخته بشه. این محصول این زحمات این 3 ساله شهید رئیسی رو بارور کنه، بتونه کاری بکنه که زحماتش برباد نره. مهمترین خواسته که راه امام و شهدا و ختمش رهبری رو با جدیت دنبال کنه و انشاءالله برنامه های دولت شهید رئیسی عزیزمون رو به سرانجام برسه. دیگه خودت میدونی فقر بیداد میکنه، بعد جوونا مسکن. من خودم دو تا خونه جوون دارم، تحصیل کرده، تحصیلات عالی داره، یکشون فوق لیسانس عمران بیکاره. از اینا تو هر خانواده 2-3 تا هست قطعا. دیگه اینا باید چیزی که ما از رئیس جمهور آینده میخواییم گذاشت، کار جوونا، مسکن، ازدواجشون، تعیین سرنوشت مملکتون مشخص بشه با چیز خارجی، اینکه هم هوای جوونا رو داشته باشه، مسکنیشونو، هم شغلشونو، همین کافیه دیگه. بقیه چیزای هم در کنار اونا باشه دیگه. تغییر وضع موجود در مورد همه چی، مخصوصا ساماندهی اتباع، اینکه به فکر مردم باشه، برای مردم تلاش کنه. این یعنی به سرنوشتمان بی تفاوت نیستیم، این یعنی میدانیم حضورمان تأثیر گذار است.